از خواربار فروشی های چینی گرفته تا رستوران های چینی، مهاجران چینی می توانند در ایالات متحده بیشتر از هر زمان دیگری سرپناه های راحتی پیدا کنند. امسال ایالات متحده 80مین سالگرد لغو قانون محرومیت چین را جشن گرفت، قانونی که کارگران چینی را از مهاجرت به آمریکا منع می کرد. اکنون دانشگاه های ایالات متحده مقاصد اصلی دانشجویان چینی هستند و موج جدیدی از مهاجرت در مرز جنوبی ایالات متحده در حال وقوع است. مهاجران چینی به اکوادور پرواز می کنند، سپس با پای پیاده، قایق و اتوبوس از طریق آمریکای جنوبی و مرکزی به مرز مکزیک با ایالات متحده می رسند. افزایش شدید افرادی که از این طریق به آمریکا می آیند، یعنی از حدود 2000 تن در سال مالی 2022 به بیش از 24000 در سال مالی 2023. People in China are very frustrated. مردم در چین بسیار ناامید هستند. آنها شاهد کمبود فرصت‌های معیشتی و شاهد اقتصادی در حال رکود هستند. آنها همچنین از ناامیدی زیادی بابت کنترل و محدودیت‌های دولت چین بر زندگیشان رنج می‌برند. بسیاری از مهاجران چینی برای دریافت پناهندگی سیاسی می‌آیند، در کشوری که آسیایی‌ها سریع‌ترین رشد در بین گروه‌های نژادی یا قومی دارند. بیش از 5 میلیون چینی‌الاصل در آمریکا زندگی می‌کنند. با این حال آمریکایی‌های آسیایی تبار با نفرت نژادی در آمریکا مواجهند. شایع‌ترین انواع نفرت آزار و اذیت که تقریباً 88% از موارد گزارش شده به ما رو تشکیل میده و این اغلب آزار و اذیت کلامیه. در ایالت فلوریدا محدودیت‌های بحث برانگیز جدیدی در سال 2023 به تصویب رسید که شهروندان چین و سایر کشورهای متخاصم ایالات متحده را از خرید ملک منع می‌کند و دانشگاه‌های داخل ایالت را از پذیرش پول و مشارکت با چین و سایر کشورهایی که در فهرست کشورهای موجب نگرانی وزارت خارجه آمریکا قرار دارند باز می‌دارد. Immigrant Chinese Americans are facing a lot of pressure not just in the United States but مهاجران چینی نه تنها در ایالات متحده بلکه در چین نیز متحمل فشار زیادی هستند، زیرا به اندازه کافی میهن‌پرست یا ملی‌گرا تلقی نمی‌شوند. آنها خودشان را در یک جایگاه دشوار می‌بینند. با توجه به تنش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا و چین در برخی موارد، مهاجران چینی دیگر به عنوان پل ارتباطی بین دو کشور دیده نمی‌شوند. اما هر چینی تازه وارد به آمریکا با دشواری روبرو نیست. شان جان دانشجویی از چین که می‌گوید آمریکایی‌ها از او استقبال کردند. دانشجویان مانند جان و مهاجران کارگری می‌گویند که مایلند در ایالات متحده کار پیدا کنند و به امید آینده‌ای بهتر بمانند.